سلام و وقتتان بخیر دوستای عزیز، انشالله همتان جور و صدمند و سرحال باشین. خوش آمدین به یک بلاگ جدید ما. دیگه در این بلاگ ما بخیر ما یک میریم به یک پارک تفریحی هست. دیگه ببینین چه یک رای مقبول زیبایی داره. ما اولین بار است که میرم، با وجودی که 2 سال میشه اینجا زندگی میکنم، اما اولین بار است میرم. خاطر که از ما بسیار دور است، فاصله زیاد است. دیگه امروز فرصت شد که باید بریم ببینیم. دیگه بیاین با هم یک جا میریم میبینیم که چه قسم یک پارک است. بیننده باشین. خب دوستای عزیز، بالاخره ما رسیدیم به جایی که میخواستیم. به خیر آمدیم. قسمی که میبینین نامش نوشته هست، پریکولا بیولوژیکال پارک. ما به یک پارک آمدیم که اینجا به زبان آمیانه ما اگر بگوییم باغوش میشن، که باغوش آمدیم. ببینیم اینجا کدام حیوانات زندگی میکنه، کدام حیوانات داره. دیگه بیاین با ما یک جا بیننده باشین که چی هست چی نیست. دیگه ما کم کم داخل شدیم. اول از پرنده ها شروع میکنیم و همه تو کم کم پیش میریم میبینیم که کدام حیوانات اینجا. ما یک جا بیننده باشین دیگه، ببینیم با هم یک جا که چی هست، کدام حیوانات اینجا هست. و ایم داخل پارک است، داخل باغوش است. خوب سرسبز، آرام، اما بسیار کلان. و این موترکه که شما میبینین، ده این موتر بخاطر که اینجا زیاد کلان است، مردم بزا نمیتونن، خصوصا کسایی که طفل خرد داشته باشن و یا کسایی که یکم سنشان بالا باشه نمیتونن گشتن. از او خاطر بازی موترها را کرا میگیرن و این موترها میبریشان تمام باغوش اینا را دوره میته و پیش هر جایی که مثلا هر حیوانی که باشه اونجا استاد میکنن که اینا برن سیل کنن. دیگه یعنی خوب است، یک سهولت خوب ایجاد کردن. و یک چیز جالبه که بود، تمام راننده هایش یک خانم بودن، هیچ آقا در بینشان نبود، تمامشان خانم ها بودن که کار میکردن. دیگه ما آمدیم کم کم ببینیم. البته ما را اشتباه آمدیم، باید از جایی که شروع میکردیم از اوجه شروع نکردیم، در جایی که ختم میشد ما از اوجه شروع کردیم. دیگه کم کم اینجا آمدیم. اولین حیوانی که میریم میبینیم ای ایوان خوک است. دیگه تمام معلوماتش براتون میتونم اونجا نوشته هست. دیگه بیاین با هم یک جا میریم میبینیم که خوک چه قسم زندگی میکنن، چه قسم هستن، در کجا زندگی میکنن. دیگه بیاین با ما یک جا بیننده باشین. اینجا هم تمام معلوماتی که درباره از این حیوان است اینجا نوشته شده، اما با عکسش یک جا موندن. و همچنان اینجا میتونیم که اسکن هم کنیم، به خاطر که مو صفحه یا مو پیچی که درش معلوماتش است تمامش بر ما میآید. و ببینین چه خوب جای سرسبز آرام دیگه، جنگل است. خوش آدم یک لذت میبره آدم که در اینجا را بره. Mm-hmm.
و ایم خرس است دیگه، سعی کنین چطور ترسناک است و او هم خانهش است و بسیار یک جای کلان هم برشان داده که سرسبز که چکر میزنن این طرف و طرف میرن دیگه، ببینین چقدر جایش کلان است. و اینجا هم یک جای یک جور کردن، فکرین بسیار جای مقبول جور کردن، از چوب است که جور کردن، به خاطر که وضع خسته میشه یا وقت باران، چون فصل باران است دیگه، خوب یک جای به خاطر که آدم بشینه ماندگی خود هم بگیره و عکس هم بگیره، بسیار یک جای که مقبول از چوب جور کردن، از چوب و برگای درخت، چوبای درخت است دیگه. در چند قدمی هم قسم یک چوکی جور کردن، چپریگک بالای جور کردن زدن که مردم بشینه ماندگی خود بگیره دیگه. بیاین با ما بیننده باشین که دیگه چی چیزا هست دیگه با خوش. ای هم عمر جان ماست که آمدیم عکسش گرفتیم، سعی کنین چه خوب بم قند بچه ها دیگه، کم خستم شده بود، ماندم شده بود و یکی گرمی بود دیگه، زیاد خسته ساخته بودیش. و اینجا که آمدیم جایی که ببینیم دیگه ایوانه، اینجا مو خانه دیگه، خانه یا قفسه، قفس نمیشه گفته خو، خانه دیگه، خانه شادی است که برش جور کردن چقدر. و اینجا را یک قسم چقری هم جور کردن که نتونه این طرف خیز بزنه و خود شما اونجا گرک شیشتم چون برتون معلوم میشه، یعنی فقط یک دانه بود، نمیفهم یا چندید دانه بود که در خانه هایشون بود، اما فقط یک تایش بیرون بود که ما برتون ویدویش گرفتیم. قندولک قرا اونجا شیشته زیل میکرد و پیش ما راستی چیز خوردنی هم نبود که برش بندازیم کو بیایه دیگه. میریم با هم که دیگه چی چیزا هست. و اینجا آمدیم، اینجا هم شترمرغ است. و اینجا هم یک نوع دیگه شادی هست و چیزی که در هندوستان زیاد است شادی هست، که رقم رقم شادی هست. و این هم یک نوع دیگه شادی هست که کم کم میبینین پیش می، واقعا ما ترسیدم که یک بار حمله نکنه و زود کده دیگه گریختم دیگه. اینجا آمدیم این طرف ترش که در اینجا هم یک ایوان دیگه هست و این هم یک نوع دیگه از شترمرغ است که واقعا جالب است ببینین. و اون جگه کس البته او خانهش است و حالا کم کم میای پیش دیگه، ایجا برش بزا نان آورده بودن یکان چپس و پاپر و چیزا دیگه، اونا را که دید ای طرف تر آمد. و این قندوله کسی کنی تو خوب ناز و نخره میکنه، سر خود دور میده این طرف مردم استاده بود سیل میکنن دیگه، کم کم شرمیده بود روی خود دور داده بود دیگه، زیاد ناز و نخره کرد بالای همگی.
و اینجا هم تمام معلوماتش نوشته هست. و ای هم امو مترکه که برتان گفته بودم اینجا آمده استاد کده و مردم سیل میکنه ای ایواناته. و اینجا یک دونه شاپرک بسیار قندولک بود که براتون ویدیوش گرفتم، گفتم ببینین چقدر مقبولک، کوچک قندولک سفیدک. ای هم از سنگ پشت خاکی، ببینین قندولک ها اونجا شیشته معلوم میشه براتون. مختر که همیشه آین گرفته بود زیاد معلوم نمیشد، فقط بسیار کم معلوم میشه. دویدوید و ای هم از سنگ پشت آبی است که یک دانش اونجا بیرون از آب است و دیگرش در داخل آب است و اینجا هم تمام معلوماتشان است. و اینجا هم تمساح هست، یک حیوان واقعا خطرناک. و هم یک ایوان دیگه که همگی خصوصا خانم‌ها زیادتر ازش میترسن،
هیچ خوشش ندارن و یک چیزی در ذاتش، یعنی یک چیزی بسیار بد است. ما برش چلپاسا میگیم و در ایرانی برش مارمولک میگن. یه البته زیاد کلانه. در او پایانک، در او کنجک برتان ویدیوش گرفتیم، معلوم میشه اما بسیار کم معلوم میشه، دیگه زیاد روشن معلوم نمیشه چون آینه نبود و او دیگه معمولا در جای کنج و زیر خاک میباشه. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. ای هم عمر جان است، در بغل پدر جانش است. ای کنین چطور ناز میکنه. آلی هم میفهمه کمره را وقتی طرفش میگیرم دیگه میشن من طرف کمره سعی نمیکنه. مونده شده و ای هم شغال است. سعی کنین تعدادشان هم زیاد است و جایشان هم خوب جای کلان است. پنجره هم گرفتن، در پایینش هم یک چقوری کندن که اینا نتانن خیز بزنن یا حمله کنن بالای انسان ها. و اینجا هم معلوماتش تمامش نوشته هست. و ای هم کفتار است. ای ایوان هست که زیادتر در کشورهای افریقایی می باشه که این دیگه معلوماتش نوشته است که زیادتر در شمال افریقا و در جنوب افریقا زیادتر می باشه. اینجا تمام معلوماتش نوشته هست. و اینجا یک حیوانی که بسیار برای من جالب بود، اینجا هم برش میگن اسب آبی هم برش میگن و گری گدن هم برش میگن.
جالب میش این بود که اینا خاک میخورن، خاک میخوردن. من چون در ویدیو برتان معلوم میشه، یعنی من برتان گرفتم کوشش کردم زیاد که بگیرم اما نشد، چون زیاد دو دونه پنجره گرفته بودن. اینا خاک میخورن، از خاک تغذیه میکنن و اینا بسیار چاق کلان هم هستن و تغذیهشون هم از خاک است و بسیار بوی بد هم داشتن که حتی نزدیکش آدم نمیتونست نزدیکش ها ببینین. اینا فقط خاک میخوردن، شاید غذای دیگه برشان داده شد اما زیادتر از خاک تغذیه میکنن. میبینین کنجه خاک هم میخورن. و ای ام خارپشت است، خارپشت کوهی برش میگن. ببینید چقدر جالب است، در پشتش خار داره و جایش هم بسیار خوب کلان سرسبز. اما نمیفهم چرا به این خارپشت کوهی میگن. اینا خود بین سبزه و علف زندگی میکنن. اینجا اینا تمام معلومات نشته است و اینجا نشته بود که اینا در خاک زندگی میکنن اما داخل خانه اینا قفس اینا تمامش سبزه و درخت بود. و ای هم دیگه یک جو یک حیوان هست که دیگه از هم خانهش معلوم میشه که بسیار خطرناک است. دیگه ای هم شیر است، خانه شیر است که بسیار متا قلفش کردن، حتی دیوال کردن و برش کلکین جور کردن دیگه. و خودش شیر هم اونجا یک قراشیشته آرام. البته ای شیر مؤنثش است و موجه معلومات که پرسان کردیم ازشان معلومات گرفتیم، گفتن این شیر مؤنثش است که زیاد خیز نمندازه، فقط نمو یک گوشه آرام میشینه و غرض نداره زیادتر. دیگه اونجا آرام شیشته و مردم میاین و سیل میکنن و میبینن و تماشایش میکنن. ما اولین بار بود واقعا که شیر دیده بودم و هم از نزدیک. البته و ای ام از طاووس، طاووس مقبول و افرنگ، یک رنگ بسیار مقبول داره، قندولک شیرینک است. ببینید چقدر مقبول است. یک پرنده هست که آزاد است، دیگه اینه نمیشه که داخل قفس قید کنن. ای خودش چکر میزنه هر طرف میره و ببینید چه یک طاووس مقبول داره. دیگه ما هرچی کوشش کردیم که طاووسای خود یعنی بالای خود باز کنه اما هیچ باز نکرد، دیگه رفت. اما فقط به مقصد برتون ویدیو گرفتم. ببینید چقدر خوب بو میره و تا مردم جرات نمیکنه گره سنگ بزنه یا آزارش بدن. این هم فرهان جان و اوران جان کوچک ماست که قندولک ها دوتا برادر ها هستن. اینا هم برش گوای وحشی یا گوای کوهی میگن یا گوای دشتی میگن که آمدیم مزایمشان شدیم، نان میخوردن، مزایم نانشان شدیم. دیگه فقط یک ویدیو کوتاه ازشان گرفتم و پس آمدیم چون بد سعی کردن. دیگه هم تو میریم با هم که کجا میرسیم. واقعا که زیاد مانده شدیم چون راهش دور به دراز بود، بسیار جای کلان. دیگه با طفل همراه ما بود، واقعا خسته ساخته بودیم. ما از یک طرف گرمی، از یک طرف باران هم شد، باران گیر ما کرد دنیم را. دیگه اینجا آمدیم ببینیم که دیگه چی است. و یه هم تمام معلومات بود که بیشتر برتان اکس ویدیویش نشان دادم از گوای دشتی بود. یه هم معلوماتش. ای هم فرانجان ماست که من بازش عکس میگرفتم. دیگه خودش پیش میرفت، من میگفت بیا عکس ما بگی. دیگه اینجا هم یکان جای کا گفتم مردم جور کردن که مردم بشینن مردگی خدا نبگینه بگیرن. ما هم چند دقیقه اینجا آمدیم شیشتیم، مردگی خدا گرفتیم و دوباره شروع کردیم. و ای هم فرانجان ماست که همیشه در حال عکت کردن است. اینجا دیگه چند قطع عکسشان با هم یک جای گرفتم. عمر جان هر چی استاد کردم استاد نشد، گریان کرد.
باش که چیه؟ بله رو رد تو پای دیدی فران؟ خب سهل داره تا مریم خصوص آمدیم زورش میکردیم کردم خب سهل داره و اینجا هم انواع مار است. انواع مارها هست که از مار خرد گرفته تا مارای بسیار کلان اینجا بود که براتون ویدیوش گرفتیم. دیگه رقم مار است. ببینید چقدر یک مار خرد تره که اسمش فقط سرسنشته و یه مار بزرگی بود که اینجا هست. قرار آرام خود گرفته. آدم فکر نمیکنه که اینا حرکت داشته باشه. و ای هم از مار کبرا که اونجا نشته هست ایندیان کبرا که آماده است دیگه آماده نیش زدن است. اینجا دیگه باز هم کم کم باران شروع شد و ما را باران گیر کرد و نماند گیر تا آخر کنیم. دیگه از آخرهای پارک رسیده بودیم که باران شروع شد. دیگه اینجا هم بعد از ایش تمامش پرنده ها هست که پرنده ها رقم پرنده ها هست. ما براتون ویدیویش گرفتیم تماشا کنین. انشاءالله که براتون خسته کن تمام نشده باشه. اینه تاوز هم بالا خرک باز کنم
هیچی هست؟ اینی مرغابی است نه؟ اونوش لک لک است. و اینجا هم آمدیم، به اجازه تان دیگه دور از دلتان یک گلاس کافی نوش جان کردیم، چون واقعا زیاد خسته شده بودیم. دیگه کم کم خلاص شد، دیدین که در اینجا نشته بود اگزیت، آمدیم بخیر در راه اگزیت که دوباره دیگه برایم از اینجا بریم. دیگه اینجا نو چای خدا نوش جان کردیم و خلاص شد و کم کم برآمدیم دیگه که بریم، چون باران هم آرام شده بود و می فرصت خوب بود که باید بریم دیگه. کم کم برآمدیم خیر میریم طرف خانه و انا وقت هم شده سر ما، تقریبا ساعت 6:30 بجه شام بود دیگه. اینجا کم روشنی بود، هفته و نوز بود، اما شام نزدیکای شام بود. و هم از جریان راه است که دوباره به خیر میریم طرف خانه و آسمان هم ابر است، باران باریده، همه جا پاک شده و همه جا تازه و سرسبز. دیگه خوش آدم میاد در مقسم یک فضا آدم چکر بره. دیگه پس حرکت کردیم به خیر میریم طرف خانه و در بین راه هم یکان برنامه های از مردم هندو بودن، مراسم داشتن اینجا بودن، تمام شدن رقص داشتن و سازبانده بودن و رقص میکنن. ما که رفته بودیم به باغ وحش، تشکر از اینکه بیننده بودین. چینل ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین، کامنت های مقبولتان نوشته کنین. دیگه وقتتان بخیر، خدا نگهدار.